بله آرواش هم نبردیم شهرمنده. آقای افشانی خیلی خوش اومدیم به تی وی پلاس. مرسی از دعوتتون. مرسی از شما، چون چند وقتی بود که طرفدارا و دوستدارای شما میگفتن آقا محسن افشانی رو دعوت کنید و اینا، ما منتظر بودیم که یه بهانه و یه اتفاقی باشه که بتونیم یه گپ مفصل با شما داشته باشیم. باعث افتخار. آقا چه خبر؟ لیستی کمپیدایی؟ واقعا یه خورده بی انگیزه شدم نسبت به بازیگری بابت اینکه چند مدت یه بار الان که خب البته تولیدات خیلی کم شده، کما بیش خبر دارین از بودجه هایی که حالا نیست و یا داره معوقات سالهای گذشته داره پرداخت میشه و اینا. به هر حال اونقدری که ما یادمونه پارسال پیار سال شاید 4-5 سال پیش اونقدر تولیدات داشت الان نداره، کما بیش به وجود میاد که این اتفاق بیفته ما بریم سر کار. یه خوردن بابت اینکه الان فیلم نمای تخیلی خیلی داره به ما پیشنهاد تخیلیه، واقعا یه وقتای من از سر حالا آدم میگه با وجدان خودش هم داره زندگی میکنه دیگه، ما حداقل نمیایم پیش خودمون بگیم آقا ما چی کار داریم بریم پولمون رو بگیریم، یه خوردن دو تا چهار تا میکنیم اینه بازی نکنه خیلی بهتره. پول از کجا در میاریم؟ بالاخره از جیب میخوریم دیگه. آره چیزایی که قبلا شام کرده کنار که هم واسه اینکه ماشاءالله خوب در آوردید. آره تهیه کننده شد، کارگردان هم شدید. واجزت یکم زود نبود برای تهیه کننده شدن؟ ببین من اینو خیلی جا جواب دادم، گفتن که آقا میذاشی 28 سالگی 30 سالگی، گفتم به هر حال اون موقع هم آدم اگر بخواد شروع کنه چون اولین کارش میشه بازم ضعفای کار اولو داره. خیلی خوشحالم که این اتفاق تو 20 سالگیم افتاد و شاید برای کارهای بعدیم یه خورده آماده تر باشم، یه خورده بیشتر. الانم دارم با تومنینی برخورد میکنم سر این قضیه، من خیلی آتش ساختن داشتم. درسته. اولی دومی سومی رو هم تهیه کردم، نه بهتره آدم به جای 10 تا کاری که ممکنه مثلا نمرش از 20 13 باشه یهو همه انرژیشو بذاره یک کار کنه نمرش 19 باشه 18 باشه. بیزینس دیگه ای داری یا نه؟ بالاخره بچه‌هایی که تو فضای ما دارن کار میکنن هر کدوم به نحوی درگیر یه کار دیگه هم هستن. آره مثلا تو چی کافی شاپ میزنه، یکی رستوران میزنه، یک کارهای دیگه. من چیز خاصی ندادم ولی کارهایی میکنیم که کلا برداری نیست اصلا. این دو سه تا کار انجام دادی پولش برگشته برات یا ضرر دادی؟ یکیش سر به سر شد، یکیش هنوز نه، یکیش نشده. حالا کلا پس بی خیال بازیگری شدی؟ آره نه بی خیال نه، واقعا کار خوب پیشنهاد بشه خب وقتشو میذارم میرم. درست. ولی الان بیشتر حالا این که میگی چه بیزنسی میکنی، بیزنس خاصی نیست، یه چیزیه در کنار کار خودم، ولی الان بیشتر درآمد من بابت اجرامه. هنوز من استیج میرم، هنوز همایشای کنکوری میرم، هنوز برنامه اجرا میکنم. ضربه میزنه دیگه؟ نه ببین، نه استیج ضربه نمیزنه. ببین من یه برنامه‌ای داشتم، بازیگر قبول میکنه دوست ندارن رو استیج ببینن دیگه. به هر حال ما عنوان مهمان برنامه هم میریم رو استیج میبینیم. مهمان چه؟ خب همونه، هیچ اتفاقی نمیفته. ببین من یه برنامه بوده با خود آقای خمسه اجرا کردم، یه برنامه بوده با یکی دیگه از دوستامون به عنوان دو تا بازیگر با هم دیگه اجرا کردیم. فکر نمی‌کنم لطمه بزنه. برای خود مردم هم جذابه که مثلا ما یه ساعت و نیم دو ساعت سه ساعت برنامه رو در کنارش مونیم. حالا به جای اینکه 10 دقیقه بیام میگم سلام خوشحالم اومدم اینجا، چقدر مردم خونگرمی هستید، بازیگری اینجا شروع کردم متولد 11 فروردین صادره از گلپایگانم دیگه، اینا رو همه رو بزنن گوگل به سه شماره تمام اطلاعات من میاد. دو سال هم از من واقعا مصاحبه نکردم، یعنی هر چیزی که اگر تو مجلات اومده از من بیرون همش تکراریه، چیزی نبوده که بیایم یه همچین فضایی باشه. اینا به خاطر اینکه دیگه تکراری شده دیگه، الان صفحه اینستاگرام هر کدوممون خودش یه خبرگزاریه برای خودمون دیگه، ما کار جدید داشته باشیم خب اطلاع رسانه. چه خبرگزاری داغی هم هست پس تو یکم اینجا رو میریم. آره میریم جلوتر. آره ولی تو رفتی خلیج فارس اجرا کردی جمعه؟ آره آره من تا برگردی به اجرا تلویزیون؟ نه اصلا اینجوری نیست، اصلا بس برگشتن نیستش که من خدافظی نکردم که برگردم. پیش بیاد برنامه خوب باشه انجام میدم، برنامه مناسبتی باشه، شاید برنامه عید باشه، مناسب از سه تا برنامه ویژه برنامه، برنامه‌ای باشه که هم به قیمتش بیارزه هم به اینکه دوست دارم تو اون برنامه اجرا کنم، اون کارو میکنم. ماه عسل میارزی؟ ماه عسل اصلا داستانهایی داشت. بگو چند جا گفتم اشکال نداره اینجا بگم؟ اونایی که نگفتی رو بگو. قضیه از این قرار بود که یه روزی بعد از سرانه مادری آقای ایرج محمدی به من گفتش که وای سوئیلی زاده آخرای کار داشتیم پشت صحنه ها اینا رو میگرفتیم قسمت های آخر کار بود، گفتش که برای مهرمزون کار نگیر، آی پور محمدی با شما کار داره. گفتم چشم، بودیم خدا چه کاری آخه، کار مهرمزونی هم باشه، چون اگر یادتون باشه ترانه مادری اون سال یه تقریبا 7-8 روز قبل از اینکه مهرمزون سال 87 که مهر ماه شروع میشد
فیلم ما تموم شد، سریال ما تموم شد. گفتم چه کاریه که تازه میخواد کلیپ بخوره بعد به مارمزونم برسه، شاید واسه شبای قدره 5 6 شد چیزی که میشه خودم تصور میکردم. بعد ما رفتیم دفترشون، گفتن که ما 5 تا گزینه داشتیم واسه اجرای ماه عسل. یکی آقای علی خانیه که نمیدونم درگیر چه داستانی مشکلاتی داشت، آره مشکلاتی بود که اون سال خب مثلا جزء گزینه‌ها نبود، یعنی نشد که بشه. کامران نجف زاده بود که آقای پورمهدی گفتن مجری خبره ما نمیخوایم. خانم بنفشه رافعی بود که گفتن که ما اصلا خانم نمیخوایم برای ماه عسل اجرا کنه. آقای رشیدپور بود، اون چیزایی که من میدونم و به من گفتن. آقای علی زاهدی گفت، آقای رشیدپور هم که اون موقع برنامه 14-04 ش بود، یه برنامه مثل مثلث شیشه بود که مشکلاتی پیش اومده بود با فرزاد حسنی هم که اوضاعش مشخص بود دیگه. بعد گفتن شما ترانه مادری بازیگری قبلا هم اجرا کردی، حالا ما هم ذوق زنده گفتیم که خب خیلی خوبه، برنامه‌ای که مثلا دو سال پیش فرزاد حسنی اجرا کرده، احسان علی خانی پارسال اجرا کرده، از خدام هم از خیلی ذوق زنده رفتم با چند نفر در میون گذاشتم. ما رفتم سر برنامه، شب اول دوم سوم خودم میگم که خوب نبودم، به خاطر اینکه خب من تازه اصلا ببین خیلی سخت بود، مثل اینکه تو با یه بدن کاملا داغ بری توی آب بسیار سرد. من اونور اصلا تو وجود من نشسته بود اجرای پرهیجان کودک و نوجوان. بعد چجوری من میتونستم تو اون سن 19 سال کنترل کنم خودم، با چه ادبیات و کلام پردازی قرار بود عوض کنم خودم و اینکه خودم مجری ماه عسل جلوه بدم، مجری باید مجری میشدم دیگه، دیگه خودم نمیتونستم باشم. خلاصه شب 11 تموم شد برنامه، من اصلا هیچ وقت نمیپرسیدم مهمون برنامه فردامون کیه بدون هیچ اطلاعاتی، یعنی من ترجیح میدادم که بیام تو برنامه سوالایی که همون موقع برام به وجود میاد بپرسم. یه برنامه واقعا تاک شو، نه اینکه سوالا رو از قبل اون هماهنگ کنن. ما اسم نویسنده برنامه رو یادم، خانم جلالی هم بودن، خیلی هم دلم براشون تنگ شده، واقعا به من خیلی هم کمک کردن. و اینکه بماند که کی به من زنگ زد و گفتش که میدونی مهمون فردا کی هستن، هیچ موقع تو 11 شب کسی در مورد مهمون فردا من نمیگفته کیه. بعد اون شب به من گفتن که میدونی مهمون فردا کیه، گفتم که کیه، گفت احسان علی خانی. گفتم چرا خوب اشکال نداره، خیلی هم خوشحالم. به دلت هوری ریخت نه به قرآن مجید نه، خب اصلا دلم هوری نریخت. چرا احسان علی خانی بعد مهمون توسه؟ نه چرا فکرش رو می‌کردم چی بودم، نگفت که مثلا یه آمادگی داشته باش چون احتمالاً خبر داشته دیگه. گفت مهمون فردا احسان علی خانیه، یه جورایی خودتو کنترل کن، مثلا همینش کافی بود که من بدونم که قراره چه اتفاقی بیفته. گفتم خب چه بهتر، من دوستش دارم این برنامه بالاخره مال اومده. ببین من اصلا اومدم تو اون برنامه، شاید مثل کسای دیگه که میرن برنامه های دیگه رو تصاحب میکنن، حس این که دیگه الان برنامه مال منه رو اصلا ندارم. درست. من یه آدم اصلا مثل یه راننده اتوبوسی که الان این راننده باید روی این اتوبوس رانندگی کنه، من راننده اون برنامه بودم، شاید اصلا کمتر از اون تعداد اون 12 شبی که من اجرا کردم، شاید هم قرار بود بیشتر باشم. اینا من دیدم نه یه خورده ممکنه چیز بشه، گفتم مثلا حداقل اوضاع مشخص بشه. ما رفتیم دفتر آقای پورمحمدی، تا نیم ساعت قبل از شروع برنامه ما تو اتاق آقای پورمحمدی شو صحبت می‌کردیم. گفتم آقا جی من یه پسر 19 ساله‌ام، الان هیجانات خودم رو دارم، برای من شاید خیلی سنگین باشه که میگید که از امشب شما و آقای علی خانی باید کنار هم اجرا کنید. اینو من متوجه نمیشم، اگه چیز دیگه‌ایه به من بگی در کنار هم اجرا کنید، اصلا معنی خوبی نداره. شاید مردم نگن که شما صلاح دونستید که به شبای قدر داریم نزدیک میشیم احسان علی خانی بیاد. اگر موضوعی بوده که تا امشب نمیتونست آقای علی خانی اجرا کنه، خب این بازم چرا من باید تونشو بدم؟ تو چرا باید چوبشو آره. حالا الان اوکی شده و میتونیم کنار هم اجرا کنیم. اگر نه که آقای پورمحمدی مردم فکر نمیکنن که ممکنه این اتفاق بیفته، میگن که این ضعیف بوده این اومده کمکش، خب باز برای من سنگینه، نباشم خیلی بهتره. گفت نه مهمون تو با همون کلام شیرینشون و اون لهجه کرمانیشون اینو گفت، نه ایشون مهمون برنامه است. و منم از رو هیجانات و سن و سال کم خودم گفتم که آقای پورمحمدی اگر احساس کنم که احسان علی خانی قرار منو تخریب کنه تو برنامه، من وسط برنامه خدافظی میکنم. گفت نه اینجوری نیست، ما یه 20 دقیقه نیم ساعت قبل برنامه رسیدیم، یعنی من لحظه که رسیدم تو استدیو هاشفه واس شد شاید 3 دقیقه مونده به آنتن نشستیم. و حالا من شنیدم سیاوش غیرابی ها مهمون برنامه است داره میاد. گفتم ای بابا یه داستانی هستش، سیاوش داره میاد، سیاوش داره میاد، مگه احسان مهمونی سیاوش داره میاد؟ شما هم که داداش بودیم دیگه، ما هم که داداش بودیم، ترانه مادری هم که چند شب پیش تموم شد. الان این چه کاریه؟ ببین احسان من قلبن دوستش دارم، خودشم میدونه، مثل داداش بزرگم دوستش دارم، یعنی چندین بارم با هم صحبت کردیم. خود احسان اومد گفتش که مادر منم تو رو دوست داره، یعنی بابت اینکه اون اتفاق هم افتاد اصلا اتفاق خوشایندی برام اون سال نبود. احسان میگه من پشت چراغ قرمز وای میسادم، ملت به من میگفتن که زیاد بچه رو زدی. گفت برای من اون سال خیلی سال گرونی بود بابت اینکه این اتفاقات عجیب غریب افتاد و این صحبت های مردم پیش میواد، اصلا جوی ایجاد شد اون سال.
من خیلی واقعا دوستش دارم، ولی این چیزی که عین حقیقت میدونم میگم، باز شاید احسان علیخانی منو نمیشناخت، شاید میگفتش که یه پسر 19 ساله که نشسته داره محصله اجرا میکنه حتما باید بچه پررویی باشه دیگه. تصورات منه، نه با این ادبیات تو ذهن احسان علیخانی، حتما باید پسر تخسی باشه که داره برنامه محصله اجرا میکنه با یه پیش زمینه ذهنی، چون قبلش با هم برخورد نداشتیم، اومد تو برنامه که این پسر شاید ممکنه احترام منو نگه نداره و یه جوری خب چیز بشه، کسر شأن بشه. احسان جوری که وارد برنامه شد اصلا من شوکه شدم. اومد از همون اولی که اومد گفت محسن این استدیو رو می‌بینی؟ من از 10 سال پیش اینجا اجرا کردم. اینجا یه دونه ببین حرفا رو مو به مو یادم. اینجا یه دونه آلاچیق بود، اینجا یه دونه آلاچیق دیگه بود. برنامه از اینجا من قدم می‌زدم می‌رفتم 30,000 بار پاهم می‌لرزید. گفتم خب آقای علی خانی من که ادعایی ندارم، من قلبا دوستت دارم، منم این لرزش پا رو داشتم، 2-3 سال شاید دارم اجرای کودک و نوجوان میکنم، ولی من اصلا قصدی ندارم که الان شما داری با این ادبیات میگی. یعنی تو میگی که احسان بعد اون تخریبت کنه؟ شاید این قصدم نداشت واقعا، شاید قصد تخریب نبود. اونقدر توی اون برنامه من فشار اومد اصلا من نخواستم حرفی بزنم که اون اتفاق افتاد. اشک من اومد به من، صدای کارگردان تلویزیون یادم میاد خانومی بود، من یادم میاد خاله، خیلی کوچولو بودم من، از توی هدفون تصویر برده من شنیدم داره میگه که دوربین دو بستش رو بگیر، بستش رو بگیر، داره گریه میکنه. اصلا من حالی بودم عجیب غریب. خب تو جواب احسان که گفت من اصلا هیچی نگفتم. گفتم آقا طرفدار عزیز، این شما احسان علیخانی، این برنامه مال احسان علیخانیه، من جسارت کردم اومدم، ولی بدونید این اتفاق گردن من نبود. سیاوش اومد نشون به اون نشونی که شاید 3 دقیقه نشد من و سیاوش کنارم نشسته بودیم، بعد از ولی که پخش شد اونجایی که میگفتن جای محسن افشانی احسان علی خانی عوض شد، صندلی همون عوض نشد، ولی مقام سوال جواب کردن ها افتاد گردن آقای علی خانی. احسان سوال میکرد، من و سیاوش هم که سیاوش هم نشست روی این صندلی، یعنی انگار ما دوتا شدیم مهمان. خب ترانه مادری چجوری بود؟ فعلا این شکلی. این اتفاقی که ترانه مادری برای سیاوش خیرابی میافتاد یا برای محسن افشانی، واقعا بعد از مثلا 20 سالی که پیدا میشه میگه پدر مادر شما کس دیگه ای ان، چیکار میکردید؟ واقعا وای پدر مادری که 5-6 میلیارد یه خونه دارن، خونه خیلی بزرگ، خونه باغ. محسن اینقدر دوست داشتنیه که آدمو میبیننش؟ خیلی بیشتر از اون چیزی که آدم میبینه. اقراق هم میکنه. من عینکو بردارم چون هیچ موقع مال من نبود. عینک مال کیو؟ عینک مال خودم بود ولی هیچ موقع من عینک نمیزدم. محسن چشاش ضعیف نیست. شیشه است. از سال 87 تا سال 92 یه فریم از من شبکه 3 پخش نشد. الان اعتراض منه دیگه. من نمیگم خیلی آدم بزرگی ممنوع کار شدم، ولی آیا نمیتونه این قضیه باشه که چرا این آقا به سر این کارو کرد؟ و از سال 87 مگه میشه این همه سریال ساخته شد، این همه تله ساخته شد؟ 87 یعنی تو بایکوت شدی قشنگ.